سلام به همه برای بچه افغانستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم با همراه مادر عزیزم، میخوایم بریم به ترمیم تانکایی که داخل افغانستان دوباره اومدن یه تانکایی و خمپراندازا رو ترمیم کردن. ما یه ویدیو در موردش درست کرده بودیم که اومده بودن امارات اسلامی، اومده بود بیشتر تانکا رو ترمیم کرده بود. پس بیشترش آره. کردن. الان اومده ماشینای جنگی دیگه، توپ انداز، اینجور چیزا رو بیشترش و حتی بیشتر ترمیم کرده. یه ویدیو جدیدتر گذاشته که قدرت نظامیه رو به نمایش گذاشته. پس سلاحای چیزیشو بیشتر آره کرده. آره دقیقاً. حالا میگم این چند وقته هم که جنگ بین اسرائیل و فلسطین هم هست، به نظر من داره قدرتش رو نشون میده که بفهمه با کم کسی در طرف نیستش. بچه حرف زیادی نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بریم سراغ ویدیو. تانکاییه که اون زمان چیزش تعمیر کرده بوده دیگه. نه همش مال آمریکایی بود. اینا برای آمریکا بود، اگه اشتباه نکنم روسیه بود، با روسیه بود رفته بودیم. خدایا که تانکایی که به جا مونده از زمان جنگ دیگه تعمیر کردن. ترمیم صدها تانگ زیرهی و وسایل نظامی مختلف توسط وزارت دفاع ملی امارات اسلامی. میبینی اینا رو تعمیر کرده بودن. میبینی الان جدیدتر شده، اصلا تعدادش هم رفته بالاتر. تعدادش رفته بالاتر. یه ذره بزن کنار، چرخاشو چیکار کردن؟ سفید سفیده این، به خاطر فکر کنم سفیده، خاکیه، یه چیز اون چیز خاصی نیست. این وسایط توسط انجینران افغانستان. میبینی الان دیگه قشنگ داره نشون میده که انجینر افغان دارن خودشون تعمیر میکنن. اون فقط یه خلاصه ای اومده بود گفته بود دیگه. درست. الان دیگه داره قشنگ نشون میده. این وسایط توسط انجینران افغانستان ترمیم و آماده محاربه گردیدن. تعمیر هواپیمای جنگی سوپر توکانو توسط مهندسان افغان در مزار شریف. یا خدا. و ترمیم یک هواپیمای جنگی نو سوپر توکانو توسط انجینران افغانستان در مزار شریف. تعدادو خیلی برده بالا، این رو اصلا قدرت نظامیه رو میبره بالاتر. بله واقعا. بعد این خودش ببین یعنی خودکفایی. آره دیگه الان داره خودکفا میشه یواش یعنی یواش دیگه. خودکفا میشه. آره واقعا. وزارت دفاع ملی از ترمیم و فعالسازی 20 تانگ چنگدار خبر داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر این خبر گفته است 20 اراده تانگ چنگدار مربوط کندک زرهدار لواء دوم پیاده قل اردوی 200. 20 تانکی که تانک چیندر. چیندر تانگ چیندر یعنی چی بچه؟ خب شاید مدلش ولی چه فرقی میکنه که آخه 20 تاشو تا الان تعمیر کردن. مربوط کندک زرهدار لواء دوم پیاده قل اردوی 213 مرکزی که قسما تخریب و غیر قابل استفاده شده بود دوباره ترمیم و آماده فعالیت در میدانهای محاربه شده. پس بگو اصلا داریم یه غیر قابل استفاده بوده، اصلا نمیشده تعمیرش هم کنه. اینا باز کلا راش انداختن، یعنی از تیکه تیکه برداشتن. قشنگ ناره راش انداختن. آماده فعالیت در میدانهای محاربه شده است. چه جاله؟ ملا امیرخان حقانی قماندان قل اردوی 213 مرکزی ضمن قدردانی از تلاش های تیم انجینری هدایات لازم را در جهت حفاظت از داشته‌های نظامی و مجاهدین این قل اردو صادر نمود. این در حالی است که
در این اواخر صدها اراده و وسایط کوچک و بزرگ نظامی ببینی الان چیزاش هم تغییر داره. ببینی تانکا رو قبلا چیز میکردن الان اینا رو هم دازه داره نشون میده ضد هوایی هاشه. آره کلا خوب اندازهاشون رو داره نشون میده. غیر فعال بودن از سوی تیم تکنیکی و انجینران وزارت دفاع ملی در مرکز و قول اردوهای این وزارت ترمیم و دوباره فعال شدند. چقدر ماشیناشون بلند بوده کلن. آره خب اینا زرهی هن دیگه. اینا کلن مخصوص چیه؟ ترمیم و دوباره فعال شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر این خبر گفته است که این سلاح‌ها وسایل شامل 126 میل سلاح‌های مختلف نو و ده ها تانگ هاموی زیرهی، رنجر، موتورسیکلت های چهار تایره و هاموی های زیرهی می باشد. نگاه که اصلا دارن موتورشون اینا همه جاشو دارن تعمیر میکنن دیگه. موتور رو پیاده کردن. خوبش رفتی تو جای موتور با ایستاده. لوای سیوم خالد بن ولید قول اردوی 209 الفتح وزارت دفاع ملی ترمیم و فعال گردید. در این صدها توپ دی سی و بیم 12 نیز فعال. این چیه؟ این موشک چیزشا؟ ببینی اصلا اینا رو هم تعمیر کردن. آره خیلی خوبه، عقلشون خوب کار میکنه. حالا نمیگم بس الان دوباره قصد توهین نداریم یا بگه آقا مگه عقل ما کار نمیکرد. خیلی بعضی اینجوری میان میگن اصلا فکر کنم چه داستانی داریم ما. ولی خودکفایی خیلی خودکفایی رو داریم میگیم که مثلا الان خودشون به خودکفایی رسیدن، اینا رو دارن تعمیر میکنن برای کشور خودشون. دسترس مجاهدین قول اردوها قرار داده شدند. چه تقریبا 10 کیلومتر مسافه پر انداخت کو شرطکی سلاده دیره په مختلی و مدرن سلاده. این دی سی ها طبق گفته مقامات این وزارت توانایی هدف گرفتن تا 10 کیلومتر را دارا می باشند. هدف گیری تا 10 کیلومتر رو داره. یعنی دارست. یعنی یه دونه چیزی باشه که تا 10 کیلومتر فاصله داشته باشه رو میزنه. خیلی هم هست. در خبرنامه گفته شده است رهبری قول اردوی 209 الفتح در تلاش است سلاح‌ها و وسایل نقلیه وزارت دفاع ملی را از سطح زون شمال جمع‌آوری و برای دومین بار ترمیم و فعال سازند. یعنی هم قانع نیستم بیشتریشو میخوان از همه جا پیدا کنن ترمیم کنن. خپل امکانات ورسره دمه فعال کړل او اوس آماده دي وظایف سوته چې خپل ماربی وظیفه مخته بوزي. در خبرنامه این وزارت گفته شده است رهبری قول اردوی 209 الفتح در تلاش است تا سلاح‌ها و وسایل نقلیه وزارت دفاع ملی را در سطح زون شمال جمع‌آوری و برای دومین بار ترمیم و فعال کنند. ایوه این فکر کنم چیز تانکش توی تاریکی شب میتونست راحت بزنه. آره دیگه مثلا دید در شب و اینا هم داره دیگه. میگم حالا تانک ها مدل های مختلف داره دیگه. درست. به خاطر همونه بیش از این نیست صدها میل سلاح و تجهیزات نظامی را دوباره ترمیم کرده بود. این وزارت گفته است که ترمیم و فعالسازی وسایل و تجهیزات در ورکشاپ های این وزارت ادامه دارد. هنوز ادامه داره، یعنی اصلا دست بردار نیستن. کلشون بنیاد دستور مقامات امارت اسلامی برای ترمیم صدها تانک و شمار زیاد از جنگ افزارهای سنگین و توپخانه اقدام بیدرنگ صورت گرفته و هزینه این ترمیم نیز در اختیار وزارت دفاع ملی قرار داده شده است. ببین نگاه کن فقط ظرف یک سال فقط دارن یا دارن پروژه های جدید میسازن. درست. که برای خود کشور. بچه ببینید باز داره میگه ما طرف هیچ حزب و دولتی نیستیم، ما فقط داریم میگیم مثلا چیزی که داریم میبینیم. ما الان چند وقت خبراشو شنیدیم، دارن صدا رو میسازن، تانکا رو دارن الان دارن چیز میکنن، ترمیم میکنن که به نفع مردم. دقیقا به نفع کشوره اصلا. ما کار نداریم به نفع کشوره که اگه یه روزی هم حالا ما نمیگیم دولت هم باز تغییر کرد، کسی نتونه راحت بیاد به افغانستان نفوذ کنه. یعنی یه چیزی قابل دفاع داشته باشه حداقل. بله
ماشاءالله خوب است، کار زیاد است، پرزمیر است و کارم هم خوب است دیگه، ورکشاپ است روزمره. سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است ما ترمیم تانک‌ها، زره پوش‌ها و سلاح‌های صقیلی را آغاز کردیم و نظر به دستور رهبری وزارت دفاع ملی چی بود؟ این نفر مثل این نفر را دیگه با جدیت ادامه خواهیم داد که برای ترمیم این تانک‌ها و جنگ افزارها بیشتر اینا رو اصلا ندیدم پول تو عمره که به وزارت مالیات دستور داده شده است که این پول را برای وزارت دفاع بپردازد و بررسی ها به خاطر ترمیم وسایل و جنگ افزارها آغاز گردیده است. الان فقط یه تیکه از جاشو نشون میده برای تعمیر ها. سالون پینزور اگر آره دیگه مطمئنه یه سالونشه برای یه سالونه اصلیه رو نشون نمیده، اون جایی که مثلا معمولی باشه نشون میده که ما داریم تعمیر میکنیم. برای شما که ترازی یا اوزرباتی دی یا هنگی دی بنام برای این کار 3 سال در نظر گرفته شده است. 3 سال در نظر گرفته باید شده. باید هر ماه در این باره به مقامات امارت اسلامی گزارش دهی کند. ترمیم این تانک ها و وسایل نظامی توسط انجینران خود افغانستان صورت گرفته است. یعنی حتی نیروی خارجی هم نیورده. از داخل خود افغانستانه که مغزشون کشیده اینا رو دارن تعمیر میکنن. اکثرا هم جوون هستن. بیشین تخریب و غیر فعال شده بودن. آقا سابقه اداره خلق و تدبیر نخختی و خلیه بده بعد اونه نورا وارد ورد پیخکری بود و بعد مرکزی ورکشاپ. تمام این وسایل از ولایت‌های شمالی افغانستان جمع‌آوری و به قول اردوها انتقال داده شدند. فکرشون کرد این تعداد آره کل جاها دارن جمع میکنن که تعمیر کنن. تعمیرش بکنن ولی الانم تعدادش کم نیست، همینجوری هم که هر روز اضافه میکنن دیگه. اردوها انتقال داده شدند تا ترمیم و دوباره آماده محاربه در میدان‌های نبرد شوند. شاید این چرخشو سفید کردن علامت گذاری میکنه. نه فکر نکنم، نمیدونم دلیلش چیه بچه چرخو سفیده، فکر نکنم ربطی داشته باشه. وزارت دفاع ملی امارت اسلامی گفته است بیش از این نیز یک فرمان هواپیمای جنگی نو سوپر توکانو توسط تیم انجینری اون وزارت فعلا یه دونه هواپیما رو تعمیر کردن. وزارت گفته بود که یه دونه نیست، تو فیلم قبلی بود چند تا هم بود که اونجا هم تعمیر کرده بودن اگر یادت باشه. جنگی توسط تیم میام دونه دونه صداشو در میاد. این دیگه خیلی حتما داغون بوده که صداش در میاد. با آماده پرواز شده است. نه ولی خیلی خوبه، انصافا دارم میگم خیلی خوبه که اگه حداقل تعمیر میکنن داشته باشم برای حالا هم بدقم نمیگم استفاده بخوام بکنم، حداقل برای زمانی که ضروری باشه واقعا. بله برای دفاع از کشور خودشون. چطور بود؟ خوشت اومد یا نه؟ خوبه. آه. از خودکفایی خیلی خوشم میاد. خودکفایی بچه واقعا خوبه، حداقل اشتغال به کار میشه، خودکفایی دارن میکنن، کشور خودتون رو دارن آباد میکنن. حالا میگم ما الان یعنی تو هر ویدیویی داریم میگیم ما طرف هیچ حزب و دولتی نیستیم، ما طرف حقیم، فقط اون چیزی که میبینیم و داریم میگیم. یعنی واقعا برای ما خودمون یعنی تجربه که لازمه یه کشورم هست. دقیقا لازمه یه کشوره. فکر نکنه آخه خیلی هستن که فکر کنه افغانستان هیچی نداره، یعنی اصلا انگار یه بیابونه ولی نمیدونه چه غذاهایی داره، چه شهرهایی داره، چه امکانات مثلا زرهی و مثل تانکو اینایی داره. به خاطر همونه. دمتون گرم بچه‌ها، حالا شما هم نظرتون تو کامنت ها بگید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این ویدیو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.